خب ممنون که ما رو تماشا میکنید. در این بخش دو تا مهمون خیلی ویژه داریم در مورد فوتبال ایران، مشکلاتی که هست و نیستش میخوایم صحبت کنیم. آقای امیر حسین صادقی عزیز و آقای فرزاد حاتمی. ایشون گفتن که شما بزرگتری، ولی نمیدونم. امیر حسین 60، شما چندی؟ 55. من چندی؟ خوب نه، امیر حسین بزرگتر، من 64م. شما 64، شما 60. چرا زود باشی کنا؟ سلام عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم و برای اولین بار تو برنامه تلویزیونی بغل آقای فرزاد نشستم. میدونی که ما خیلی دعوا با هم داشتیم تو زمین فوتبال. ما گفتم برنامه هتریک نکنید. اصلا یه چیزی بگم، این دوستام آقای احمدی پشت صحنه بودن، نمیدونستم من مثلا آقای فرزاد دعوت کردن. گفتش که آقا یه چیز من بگم. گفتم جا ما یه مهمون هم داریم. مشکل گفتم چی شده؟ اون کیو میخواد؟ میگفت فرزاد. گفتم بابا من یه سری مسائل زمین اونم گذشته حل شده، سنم رفته، برو مشترو جفتمون بچه داریم. فرزاد تازه بچه دار شده. ولی مبارک، سلام. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم و ان شاءالله که برنامه خوبی باشه. خیلی خوش اومدین شما. عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. امیرحسین دوست قدیمی، همبازی قدیمی، دو سه تا باشگاه همبازی بودیم، تیم ملی هم همبازی بودیم، با هم رفتیم جام جهانی. به زور گرفتنش دور زمین، دور افتخار می‌زدن. امیر حسین بس دیگه، 10 دور زدی تو جام جهانی. تو کره بودیم، یکیچ بردیم برای سعود. آره برای سعود، یادش بخیر. چه بازی بود، زود می‌گذره. بالاخره افتخار هم بازی بودن با امیر حسین هم نصیب ما بوده و خوشحالی که در خدمتتون هستم. زنده باشی، خیلی خوش اومدید. آقا همین شروع که خدای صادقی شروع کرد، واسه واسه اشاره کنم، چرا با هم دعوا می‌کنن بازیکن تو زمین؟ اون توی زمین با هم چرا دعوا می‌کنن؟ آره. فوتبال جنگه. خب اینو حل می‌کنیم. شما چرا تو رستوران هم با هم دعوا کردید؟ نه، یه اختلافی بود، متصوریست صحبت‌ها بود که اصلا دور از واقعیت بود و من فکر می‌کنم اون حادثه، اون اتفاق، فرزاد حال روز خوبی نداشت. حالا نمی‌دونم تو باشگاهشون، چون ما توی هتل بود، هتل المپیک بودیم و چرا یه جای ناراحت بود و اون اتفاق خیلی طبیعیه تو فوتبال. منم بودم اتفاق رقم میزنه، چفتمون اصلا خرابه. خیلی تو فوتبال من چیز خاصی نبود، خیلی بزرگش کردن، بولدش کردن. خوب شد تو باشگاه بزرگم، من پیکان بودم، فرزاد تراکتور بود. خوب تو باشگاه بزرگ نه، من خیلی اذیت اون بزرگ پیکان. حالا از اون نظر نه، جفتش فرق نمیکنه. نه خب باشگاه بزرگ حاشیه بزرگم داره. حالا باشگاه بزرگ چه باشگاهی هست؟ مثل استراف استوریس دیگه، بزرگتر از استراف استوریس وجود نداره. ببین پرطرفدار هست تراکتور، من توش با افتخاری اصلا بازی کردم. ولی خب حواشی و با تماشاگرای که سر پرسپولیسان فکر نکنم حالا تو آسیا، تو آسیا هیچ چیزی داشته باشه. شما همچنان استقلالی دو آتیشه نه هستی و بودی. شما آفرد تیم خیلی عوض میکنی، الان طرفدار چه تیمی هستی؟ من والا تیم زیاد عوض کردیم، خب شرایط ایجاد میکرد که تیم عوض کنیم. ولی خب تراکتور همیشه قلبا دوست داشتم. حالا امیرحسین دوست و همبازی قدیمی ما. این عکس هم عکس آشتی کانونه. آره این همون شبه. آره من اومدم سوپ بردارم جلوتر از من، سوپ برداره گفتم بابا سر دعوا سر سوپ بود سیام به نوبت. نه ولی تراکتور هم از نظر هوادار بالاخره، شاید از نظر افتخار به استقلال پرسپولیس نرسه، ولی از نظر هوادار بالاخره حرفای زیادی واسه گفتن داره. همیشه استادیومش بالای 50-60 هزار، خود امیرحسین بازی کرده، یه استرس خاصی هست اون دره، چون استادیوم تراکتور توی دره است، صدا واقعا میپیچه و یه حس خیلی. من 100 هزار نفرم بازی کردم تو استادیوم آزادی، اونجا هم بازی کردم و به خاطر شور و شقی که دارن اونجا واقعا یه استرس خیلی. ما که بازیکن خود تیم بودیم استرس به اون غالب میشد. آره بله. ولی خب از نظر افتخار مطمئنا استقلال پرسپولیس جلوتر از تراکتوره و قدمت جلوتره. ولی به هر حال الان چهار تا تیم بزرگی که میگن استقلال پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، یعنی جنگ قهرمانی هم بین این چهار تا قطعا. حالا هر جا آدم من سابقه 20 ساله فوتبالمو گفتم، خب تراکتور سازی چند ساله وارد فوتبال لیگ برتر شده؟ قدیمی ترین و باریشه ترین باز تیم توی تبریز ماشین سازی، اول طرفدار ماشین سازی تراکتور خیلی بیشتر بود. و اگه میگیم تراکتور، مثلا کاری ندارم به پرشور بودن و مردمانش صاف و صادق فوتبالن. دو تا چهار تا واسه بازیکناشون ندارن، واسه هیئت اصلا یه چیزی تو فوتبال عشقی و علاقه‌ای و واقعا یه چیز خیلی قشنگی میدونم. مثل فوت طرفدار استرا پرسپولیس که دو تا چهار تا میکنن آنالیز میکنن نیستن واقعا. یه واقعیت تیمشون اسمون هم بیشتر از هر کس دیگه دوستان، یعنی استرا پرسپولیس بعضا شده بازیکن پررنگ تر از تیم شده، براش تجمعی کردن، براش شعاری دادن، ولی تو تراکتور همچین مسائلی نبود. تو واسه مردم خوبه، خونگرم تبریز، تو عین خونگرم بودن، ساده بودنشون، واقعا مهربون، واقعا فوتبال دوست.
و خیلی جماعت آرومی هستند توی فوتبال. من یکی اذیتشون کنیم، ولی اصلا پرسپولیس هم هیجان خاص خودشون هواشون واسه هم خیلی فرق و از سپانیا فرق میکنم. من با تراکتور هر شهرستانی رفتم تماشاگر داشته. بله داشته. هر شهرستانی رفتم تماشاگر داشته. با افتخارم باشون آسیا رفتم، ولی شرکت نکردم. سال بعدش از تراکتور جدا شدم. این هواشی هستش. این مسئله که سالی صحبت میکنیم، مثل تراکتور الان بله باشگاه بزرگی شده، ساختار پیدا کرده، تیم خیلی جا افتاده و بهتری شدن. الان نظراتشون نظرات آسیایی فراتر دارن فکر میکنن. یه زمان تو لیگ برتر فکر کنم سال اول برای نیافتادن میجنگیدن، سال بعدش که ما رفتیم برای آسیایی جنگیدن که آسیایی شدن. دیگه یواش یواش اون طرز فکر عوض شد. آره الان که مدعی فکر به 100 درصد اینا پایه و اساس اون برنامه خیلی کوتاه مدت و بلند مدتیه که خب باشگاه تراکتور و هوادارش دارن. من فکر کنم زودتر از اینا میتونست تراکتور به حقش برسه تو فوتبال ایران و آسیا، ولی خب اتفاقات مدیریت اون هواشی که تو فوتبال وجود داره مخصوصا تو شهر تبریز اتفاقا رقم میخوره. فصل... زیر نظر واسه نیروی سپاه رفت فکر میکنم یه مدت، سرباز گرفت بعد شخصی شد، آقای زنوزی اومد، هزینه ها عوض شد. می نگاه ها عوض بشه خیلی جا بهتر میشن. نه تراکتور، خیلی از تیمای شهرستانی دیگه هم. این فصل کی قهرمان میشه؟ فوتبال که نمیشه حد زد، سر یارگیری پیش میشه پیش بینی کرد، ولی خب به طور قطع بگی که واقعا یه چیز نشودی اصلا کسی بگه دروغ گفته از سر طرفدار بودن اون تیم گفته. حالا امیرحسین دوست داره تراکتور قهرمان شه، دوست داشتم فرق می‌کنه با حقیقت رو گفتم. امیرحسین دوست داره استقلال قهرمان شه. اتفاقا خیلی دیگه امسال قابل پیش بینیه. ببینید به قول خیلی از دوستای بزرگمون، خیلی از امتیاز اول از فصل نقل و انتقالات شروع میشه. شما از 10 امتیاز 20 امتیاز نقل و انتقالات میتونی بگیری جلو باشی. الان وضعیت استقلال تو نقل و انتقالات 20 امتیاز رو نگرفته. الان دوم سومه. آره خب پرسپولیس 5 رتبه اول دارن. تراکتور رتبه دوم سومو داره. استقلال بین دوم سوم میتونیم جاش بدیم علاوه بازی کنیم. ولی فاکتوری که توی فوتبال ایران وجود داره، پتانسیلی که تو فوتبال ایران وجود داره و اون اسم بزرگ خیلی از این امتیاز رو میتونه جبران کنه. ما یه زمان قدیمی ها یادتونه میگفتن که سراپرست تو رخکن سه هیچ جلو هن. واقعا هم اتفاق میفته. خب اگه تماشاگر دو سه سالی که خب کرونا بود و تماشاگر تو استادیوم نبودن، اون جذابیت فوتبال استاپسپس خیلی کمتر شده بود. امتیازا کمتر شده بود، جذابیت های فوتبال کمتر، ولی الان خیلی بهتر میشه. و من فکر میکنم که یار دوازدهم واقعی فوتبال از امسال شروع میکنه کارش. اونم تماشاگرایی هستن که واقعا دلسوزانه که اون تیمشون اصلا همه یه حالا همین بازی اول لیگ بدون تماشاگر شده. شما تو فوتبال بودی میدونین مشکل چیه؟ اصلا این تعویقای این که کار فدراسیون دیگه هر وقت به مشکل میخوره آقا سازمان لیگ میگه بدون تماشاگر باشه فلان، مثلا دری دوا نمیکنه. حالا پیرو صحبت های امیرحسین درست استقلال پرسپولیس توی رخکن سه هیچ جلو هم فلان، ولی خب اینو به قد هممون دیدیم. بازیکن بزرگ واسه تیم بزرگه، تیم بزرگ بازیکن بزرگو میخواد. شما نمیتونید یه بازیکن یه فصل درخشش بیاره بذارید تو تیم بزرگ جواب بده. اون سالی که ما با هم بودیم استقلال قهرمانشون از گلر بگیم، مهدی رحمتی، حنیف و امیرحسین، پژمان، خسرو، همینجوری بگی بیا جلو جواد نکونام و بازیکنای جوان چه مثلا یه فصل پدیده شدن. شما میتونی بازیکنای بزرگو بذارید تو تیم بزرگ. تیم جوان کاری ندارم، تیمی که وسط لیگ و ته لیگ کاری ندارم، میتونی بازیکن جوان بازی بده. ولی تیمایی که واسه قهرمانی میجنگن، استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، اینا بازیکن بزرگ اونجا جواب میده. شما میتونی 9 تا بازیکن بزرگ بذاری، 2 تا هم کنارش جوانی که پدیده شده سال قبل بذاری. ببینید یه مثال خیلی محکم بزنم، همتون هم دیدید عبدالله ویسی تیم قهرمان کرد استقلال اهوازو، خیلی هم دوست دارم عبدالله رو. اومد سپاهان، ورداش از همون بازیکنای جوون اوورد تو سپاهان. سپاهان چی شد؟ جواب نداد. یعنی پنجم ششم شد سپاهان اون سال، جواب نداد. تیم بزرگ بازیکن بزرگ میخواد. همون گفتم بهتون شما این چرخه چجوری باشه امیرحسین باشه جوون بیاد تو تیم های حساب پرسپولیس. ببین من همون میگم دیگه، بعد 9 تا بازیکن بزرگ، 8 تا بازیکن بزرگ بذارید مثل امیرحسین، مثل مشتاق جباری، مثل آرش برهانی تو استقلال بذاری، سیاوش اکبر بذاری مثل اینا، بعد بیا دو تا جوون هم مثل کی بین اینا بذاری بازی کنن. خیلی اصلا تاثیر داره. ببین من یه تراکتور از نقل و انتقالات محروم شده بود، امیرحسین نبود، محروم شده بود، بعد یحیی گلمهدی مجبور شد جوونا رو بذاره. با فکر کنم پرسپولیس بازی داشتیم، چلوش 80,000 تا اومده بودن استادیوم،
واقعا من چند تا جوان، امیرنصر آزادانی بود، محمدرضا فامیشوف آزادی بود، اینا بودن، فاخر تمام بود. اینا من نمیشنیدن صدای منو، میگفتن بیا رو دست، نمیشنیدن، استرس گرفته بودتشون که محمد ابراهیمی با من پاس نمیداد، امیر حسین تراکتور، من گفتم اینو بذاره بیرون راحت شه، دسته هی پاس نمیده، هی توپو لو میده. یه بازی اینو گذاشتنش بیرون، حالا اس نمیام جای این، یه بازیکن جوونو گذاشتن دقیقه 15 بود، میگفتم این محمد ابراهیمی بیاد تو، اصلا به منم پاس نده، فقط اینجا کنار من باشه. واقعا این که میگه آقا ببین الان تو مربی‌ها اینجوریه که مربی صرف اینکه بیاد تو لیگ دیگه بیرون نمیره، یعنی دیگه میچرخه بین تیم. خب بازیکنم اینجوری بشه که جالب نیست، مثل وزرای کشور خودمون میمونه دیگه، یه جا خراب میشه میزنن یه جا دیگه، مربی هم همینجوری یه جا خراب میکنه میزنن یه جا دیگه، انقدر میذارن تا تو یه جا نتیجه بده، همون نتیجه میشه رزومه مربی، همون نتیجه میشه رزومه وزیرای کشور ما. یه جا خراب میکنن، از اینجا برو اونجا، اونجا برو اینجا. متاسفانه توی لیگ هم همین جوریه دیگه، مربی همین راست نظر بده. آقا چیزی شده بگید با هم بدونیم. بگو با هم بریم ببین. شما قصد مربیگری هم دارین؟ ببینید من یه چیز بهتون بگم، یه موضوع خیلی مهم خنده‌داری که توی مملکت ما هست، حالا برنامه‌تون یه برنامه کاملا شخصیه. بزنده. ساخت بزنده. ساختار مدیریت، پایه و اساس ساختار مدیریت، چه ورزشی چه اقتصادی چه مدیریت، اصلا هر رشته‌ای که بگیم، ما ایراد داریم. چند سال هم از ایراد داریم، من خیلی دادشو زدم. یعنی شما از چرخه مدیریت بازرگانیمون بگیر ایراد داریم، مدیریت دولتیمون بگیر ایراد دارید، وزرامون بگیر ایراد داره، حالا تک و توکتشون شاید خوبم باشه، ورزش خودمون بعد هر ارگانی که بگیم ما ایراد داریم. ایراد کجاست؟ ببینید ما تو استقلال، نه نمونهشو به شما بگم، به استقلال ما مدیر داشتیم از بدهی گذشته، بدترشو بدهی بار بالا آورده، هیچ کار اقتصادی تو باشگاه نکرده، ضرر مالی بسیار زیادی هم وارد کرده، بازیکنهای بسیار زیادی هم فروخته، آورده هم نداشته، از باشگاه استقلال کنار گذاشته شده توسط وزارت ورزش، همون وزارت ورزش اینو گذاشته، از وزارتش ورزش گذاشتنش کنار رفته یه سمت بهتر مدیریتی. خب این چرخه چیه؟ میشه چرخه مربیای فوتبال ایران. با احترام به تمام مربیای فوتبال ایران که خیلی هاشون قابل احترام و دوستای صمیمی هستن، این چرخه، این دسته کیه؟ این چرخه میگه چرخه گردون میچرخوننش، این چرخه دسته کیه من نمیدونم. حتی من میدونم دسته کیه، حالا خیلی هاشون، خیلی جا هم صحبت کردم، میدون خیابون صاحب، میدون سعادت آباد هست، میدون شیخ بهایی هست، خیلی دوستانی هستن که دارن تو فوتبال ایران، دو سه نفرن بیشتر، حالا نمیخوام اسم ببرم، خوشم میاد فهمیدن خیلی راحت، چون رفیق بازی شده الان همین مدیریت وزارت خونمون هم به رفیق چند سال اخیر چند بار جابجا شده، یعنی توی خود تیم استقلال مدیریت، یعنی نه کسی اومده که یه صحبتی داشته باشه، یه حرکت مدیر نیومده، یا آقا اینو گذاشتن رو برداشتن. مدیر کدومش مدیر بودن؟ یکیشون رو من بگم مدیریت بلد بودن، کار مدیریت قبل از اون کرده بودن. البته به غیر از این آقایی که فکر کنم فاملیش از منم شکایت کردن، ایشون مدیر بودن، مدیر استقلال بود، از منم شکایت نکرد، من بگم نه استقلال خیلی جالب بود، از من شکایت کرد، آقای مال شرکت بیمه بود، کارم خوبی هم تو بیمه داشتن، اومدن تو استقلال دو سال پیش. خب حالا یا اسمش فاملیش یادم نیست، شخصیت خیلی محترمی هم بودن. چرا ولی... شکار کردن از شما؟ چون لوگوی استقلال، لوگوی تاج گذاشتم تو اینستاگرام، از اینکه لوگوی تاج گذاشتن گفتن این نه واقعا بحث مدیریت بسته به فرزاجون، بسته به چیزی که گذاشته بودن مال غربی هاست و شاهنشاهی، این گفتم آقا تو یه چیزی حرف بزن که مزه دهنت باشه، تو داری با منی صحبت میکنی که 13-14 سال تو این تیم بازی کردم، بالای 5 تا قهرمانی دارم، من اجازه دارم درباره تیمم همه مدل صحبت بکنم، تو همچین اجازه ای رو نداری که درباره تیمی که نه سایز توه، نه ولی به هر حال الان مدیرشه، یعنی بود با اون چرخه معیوب یا هر چیزی مدیر بود. بوده یه تا چون پروندهش موقعی کنسل شد که از مدیریت اسپورت کنار گذاشتنش، پرونده کلا کنسل شد، یعنی ما با نه همچنان اون دادگاه میرفتیم میومدیم، یه خودتون میده دوستای پشت بردتون هم برو بیام خوب بود، ولی کلیات کار میگم که از برنامه‌تون، از بحثتون عقب نباشین، بحث مدیریت، ساختار مدیریت و مدیریت پروریمون افتضاحه. آقای مددی بودن؟ آقای مددی بودن. خودم شنیدم گفتم. آره، گوشاتش. آره استقلال نیست تو این مورد. نه دیگه همشون یعنی نه این موضوع این موضوع نه 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 این موضوع اتفاقا تنها باشگاه استقلال پرسپولیس، اشتباه نکنید. تو فوتبال ایران کاری که دولتی باشه توش ایراد زیاده.
با تمام احترام سال هاست هم بعد از این اتفاق شاید با شما بیفته، حالا بازم دادگاهی بشیم از همین برنامه‌تون، ولی تو امور دولتی ها همش اتفاق میفته چون پول توش هست، چون پول توش هست حسابرسی توش خیلی جاهاشه، با احترام با همهشون باز ببخش خیلی جاهاشون شاید باشه، چون پول توش هست حساب کتاب توش نیست، این اتفاق میاد. یه چیز جالب بهتون بگم آخه مثلا چون پول توش هست خصوصی نمیشه، چون سال هاست قرار خصوصی بشه، نه اصلا اینجوری نیست، نه 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 من اون بحث خصوصی سالا جو قراره بشه، نه نه اصلا نمیشه همچین اتفاقی، شما اصلا نمیتونی همچین کاری بکنید. من این سهام فروختم، من یه سوال بکنم دیگه تمومش کنم، یه شاکیری دوره خصوصی به کل ایران بدم که خیلی تو مغزشون نکنن. رئیس جمهور ایران با چقدر رأی میشه رئیس جمهور ایران؟ 30 میلیون. من 6 میلیون بیشتر ندیدم. 10 میلیون 6 میلیون تا 10 میلیون یا دوستان اگه تو گوشت میاد آمار آخری من بگم 6 میلیون تا 10 میلیون بوده رئیسی کلن. نه بیشتر نبود آقا، من دارم به شما 50 میلیون رای دهنده داریم. نه رای دهنده نه، یه رئیس جمهور با چند تا رای شده 4 میلیون هم میگن داشت. خدا خیره بده استارپس شبت تماشاگر داره. چی شبت تماشاگر داره؟ استارپس بیس خوب هر کدومشون چند تا تماشاگر دارن؟ خیلی بیشتر تماشا داره، صحبتی نمی کن. نه واقعا راست، اون کسی که بخره قدرتش خیلی زیاد میشه. اصلا اینجوری نیست، ایشون با یه سوال خاص کار رو در میاره. من یه چیز کلی میگم بهتون، چون نمیتونی بیشتر از این بازش کنم. وقتی تیمی که 30-40 میلیون هوادار داره، این 30-40 میلیون هوادار با اتحاد خیلی کارا میتونن بکنن. این اتحاد سمه تو خیلی جا سمه، خودتون میدونم، من میدونم نمیتونم زیاد صحبت کنم درباره، تازه اومدیم بیرون از این موضوع، ولی جدی بحث مدیریت بحثش آخه ما میدونیم میاد تلویزیون میشینن میگن که نزدیک 300 میلیارد مردم سهام خریدن، آقای آجلو استفاده کرده. خب هم این سهام چی میشه وقتی خوزی نه خب توضیح بدم، 200 میلیارد دیگه هم آوردن استفاده کرده. خب بعد میان میگن آقا کجا استفاده کرده؟ بازیکن 10 میلیارد قراردادش بوده شده 30 میلیارد. یا آقای تراکتور، آقای فرزاد هم میشناستش، تدارکات بوده. یعنی یه بار آقای قلینایی توی ترکیه از این زمین متر کنه یه چرخه رو زمین میکشن متر میندازه، دیجیتال متر میندازه این چقدره، اینو گرفته تو تبریز روی بردرزداده خوش میکشید ببینه قدش چقدره. خنده داره والله، خنده داره. من شاید گریه کنم بابت این موضوع، میام درباره تیمی صحبت میکنم که ید طولایی تو آسیا داره، همین دو سه روز پیش چند روز پیش سالگرد قهرمانی تو آسیاش بوده، بعد یه همچین آدمی میاد تو باشگاه استقلال نزدیک 1-2 میلیارد تا 10 میلیارد هزینه میشه براش تو هتل فلانجا. بعد چرا راست میگه تدارکات بود تو تیم ما؟ چرا ما است میارم که آدم یه سمت دیگه اومده؟ آره حالا من رابطش هم میگم، من نمیخوام زیاد صحبت بکنم، میگم چرا همچین آدمای وارد این باشگاه به این بزرگی میشه؟ از سردار آجلو بعیده همچین آدمای دوبرش میاد بعد همچین هزینه‌ای بکنن. مفت چنگ آقای مجیدی با این همه هزینه قهرمان شده. بله اگه پول باشه من خیلی خروجی میخوره به اون هزینه‌ای که نه اینو میخوام بگم، حسابرسیش کجا میره؟ استقلال اومد قهرمانشو 600-700 میلیارد هزینه کرد، خب سال بعدش کاسه چه کنم بعدی بعد مدیر بعدیه. چرا؟ چون از بودجه سال بعدش 200-300 میلیون خوردن. مدیر میاد، من الان خب با تمام احترامی که آقای خطیری قائلم بهشون تبریک گفتم، حالا تلفنی نتونستم باشون صحبت کنم، ولی خب الان با این بدهی ها استقلال احتیاج به 220 میلیارد پول داره واسه بازیکناشو جذبش، همین بازیکن امسالشون. من تبریک میگم به باشگاه پرسپولیس، چون مصاحبه بازیکناشو میبینم میگم همشون تصویر کردم پارسالشون، ولی دیشب بازیکن استقلال اومد تلویزیون که امروز رفته سر تمرین میگه من 40% پول گرفته بودم، تیمی که بدون باخت قهرمان شده اومده سال بعدش از سال قبلش هم طلب داشته سال جدید 40%. خیلی حرفا، من نمیگم فاصله هست، من نمیگم چی بهش میگن تبعیض هست، اصلا این چیزی، من میگم مدیرای تیم استقلال پرسپولیس ایراد دارن، این اتفاق واسهشون میفته. پس اینکه حالا هوادارا و ایراد کلی و ایراد کلی رو من بگم، آفرزم یه ذره استراحت کرده زیاد صحبت کردم، ایراد کلی چیه؟ ایراد کلی که اون شخص محترمی که به عنوان وزیر محترم ورزش نشسته و داره تصمیم میگیره برای مدیریت باشگاه استقلال پرسپولیس، نه هیچ استدلالی داره از انتخاب مدیریت، نه هیچ مشاوره‌ای داره، مشاور داره، مشاور کسایی هستن که دوست ندارن اتفاقای خوب تو این باشگاه بیفته، حتی پرسپولیس. من اعتقادم جایگاهشون این نیست تو این چند سال گذشته. حالا پرسپولیس تیم برانکو تبریک میگم بهشون، یه ساختاری تولید کرد
یه ساختاری ایجاد کرد که از زمین تمرینشون، از کنار زمینشون، وزله بدنسازیشون، سونا، استخر، تغذیه بعد از غذاشون که اناس تو کلاسای مربیگری میگن کلا کارهای برانکور بازیکن‌ها شاید قدیمیش میگن باعث قرمشه، یه ساختار خوب درست کرده داره ادامه پیدا میکنه از برانکور، مدیریتش کاری نداره. ولی این کسی که میشه اون وسط و برای مدیریت باشگاه سرپرست تصمیم میگیره اونو باید ببینیم کیه. یعنی اگر از مرد کسی که شما نمیدونی کیه اصلا واقعا یه چیز جذابیه. استقلال تو این 7 سال 8 ساله نزدیک 15-16 تا مدیر عوض کرده. مگه میشه شما یه دونه مهد کودک داشته باشی انقدر مدیر عوض نمی‌کنی؟ 15-16 سال پیش اینکه کسی قرار نیست جواب بده دیگه. خب نه جواب میده، قبلیه بدهی خب بالا آورده اون تموم شده رفت. خب دیگه دوزی تو روز روشنه دیگه. آره میدوزیم. آره من مدیر برمی‌دارم میبرم با تمام احترام به همه شما، به همه مدیرایی که برمی‌دارن. هوادار استقلال باید عذاب بکشه که من مدیر خوردم و بردم. اتفاقا هم رسن حالا بردن، حالا کم میبرن، حالا به نظر من زیاد ببریم انقدر بدهی نذاریم بمونه. خب میبرن کدوم مدیر؟ نه خب زیاد نمیبرن، باور کن. یکی میاد قرارداد بنده بازیکن 15 میلیارد مثلا بهش میده 6 میلیارد از جایی هم اسپانسر در نیورده بهش بده دیگه، ما میدونیم دیگه جایی نمیتونه در بده حتی همون 6 میلیارد. من به سردار جعفری تراکتور این آقا رفته بود، ممن نصرتی، مهدی کریمیان، مرتضی اسدی، اینا همه بودن. من به سردار جعفری موقع مدیر عامل ما بود که باعث شد من نیم فصل اولیویر اومد گفتش که وریز حاتمی، گفتم حاتمی رفت. من رفتم استقلال نیم فصل، همینجوری بشمارسه رضاتنامه من دادن من اومدم استقلال. واقعا سردار جعفری اون موقع گفتم دوربین آورده شدم فیلم میگیره، گفتم من فیلم نترسید و نمیترسیم. گفتم شما میری سوپری تو جیبت اندازه شکلات گذاشتی، پول اندازه شکلات داری، اشتباه میکنی میری مثلا یه دونه به قول خودم شکلات خارجی برمیداری انقدر، شما از شکلات انقدر جوجه پول گوشتی از همون بیه بازیکن بخواد. چرا عمر فرزاد تامی اون سال قرارداد می‌بندی 7-800 میلیون بعد از 150 میلیون هم نداری به من بدی؟ حکایت اگه مدیر ثابت باشه، امیرحسین حرف اگه مدیر ثابت باشه تو 7-8 سال آخه چند تا مدیر هستیم؟ 15 تا بیشتر. اگه ثابت باشه میینه که به قول خودم آمیانه‌ترش تونش خودش میخواد بده. اگه فرزاد تامی میره، اگه امیرحسین صادقی میاره 15 میلیارد تا 3 سال بعد این باید بده. من سال بعد چند بار شده که مثلا تو نقل و انتقالات محروم شدن تیممون؟ چند بار شده بابا؟ خب یه بار، دو بار، سه بار، نمیشه که اینجوری. هرچی که بازیکن خارجی میخواد بیاد اونجا سفت و محکم میبنده. حالا الان که قانون گذاشتن باید بازیکن خارجی قرار ریالی ببنده، این کارو میکنن اصلا یا مثل قانون بدون قانون. یه بار توره اومد از سپاهان بره، یه خاطر خیلی خوب بهتون میگم، اومد از سپاهان بره، تو قرارش نوشته بود که من میتونم از سپاهان برم تحت این شرایط. آقای ساکت واقعا مدیر زرنگه تو اینجور چیزا. این نوشته بود تو صفحه آخر یه بند آورده بود که این بندی که توره اون صفحه اول نوشته رو باطل میکرد. توره اومد بره، 5 هفته هم نبود، اومد به دفعه ایمیل زنگ که پاشو بیا این بند تو این ته نیدیم بسید نوشتیم اون بند اول خونسا کرده. ببین مدیر باید مثل آقای ساکت باشه فوتبالی. این درسته اینجوری قرارداد بسن؟ آره که میان مثلا رکب بذاره باید بهش رکب بذاره. چرا رکبی؟ تو بند قرارداد بوده. خب این چرا باید مثلا هفته دوم برسه من میتونم فحص کنم برم؟ واسه چی باید بنویسه تو قراردادش من از شرایط ایران آب و هواش خوشم نمیاد هفته دوم میتونم فحص کنم برم؟ جوری که لوکادیو رفت. آره دیگه، من از این آب و هوا خوشم نمیاد، از این فضا خوشم نمیاد، میخوام هفته دوم برم. بس اشتباه کردی اومد، واسه چی اومدی قرارداد بستی؟ من مثلا به جای تو به جای ابراهیم توره برم یه بازیکن دیگه رو بگیرم دیگه، سهمیه من سوخت فسخ کردن تو چه کار من میاد؟ تو میری مثلا هفته دوم آزاد. آره بازیکن آزاد اضافه شه به تیم، من چی کار کنم با بدون فورواردی و اینا؟ واقعا آقای ساکت جز مدیرای خوب این مملکت. حالا با چند تا از اسطوره‌هامون هم هر سالی فکر کنم همین نظر نداشته چون راجع به مدیرا. نه آقای ساکت آدم باید رو کو رو راست بگه. اون چیزی که من دیدم شاید امرسن چیز دیگه دید، ولی اون چیزی که من دیدم، من 2-3 سال سپاهان بودم دیدمش. حالا من تو فدراسیون ممکن اختلاف نظرم با آقای صادقی داشته باشه، ولی من یه مدیر خیلی خوب دیدمش، یه مدیر آن تایم داشت. الکی ببین ما خیلی از مدیرا روک بگم، مثلا اسم مدیر رقص مثلا راشگویی تو این برنامه شدم حاج رحیم بود مثلا، بهش میگفتیم رحیم وعده، وعده میداد آقا مثلا هفته بعدی پولتون رو میدم، ولی پولی در کار نبود. خودش دیده خیلی یه قانونی هم داشت فتر زمان شما بود قانون سقف قرارداد زمانتون چه حالا زمانمون داری
در مورد سقف قرارداد. آره زمان داریم. خب من گفتم مثلا مدل داداش من بود سومو دارم بهت میگم. نه قربونت برم. منم تا آخر پای رفاقت میمونم به بحثمون به نتیجه برسه. این که بخوام بگیریم گله کنیم بگیم این خوبه این بده، تو موقعی که به نتیجه نرسونیم فقط صحبت. چون یه قانون مشابهش اومده. اون موقع یه سقف قرارداد بود. همین که میگم دیگه قانون سقف اسمش اینه، قانون سقف قرارداد اجرایی نمیشه. یه مدت با میگفتن با ماشینای لوکس دور میزنن. کی همچین قانونی گذاشت؟ سازمان لیگ ما چیز می‌کنه. خب اعلام می‌کنه. قانون گذارش کی بوده؟ دیگه من تا اونجا پیگیر نبودم. خودشون ایراده. ما تو قانون اساسیمون خیلی قانون داریم که اجرا نمی‌کنه. خیلی قانون داریم که اصلا اجرا نمیشه. قانون رئیس فدراسیون گفتم. بله خب این خوازم برمیگرده به اون قانون گذاره. اتفاقای مندرآوردی فوتباله. ما وقتی چهار تا آدم دور از جون دور از جون بی سواد میشن قانون گذارای مملکت به فوتبال ما. فوتبال ما. ولی اون بیقانونیه باعث اتفاقی که شما میگی میشه که مثلا یه تیم میاد از این بیقانونی و آگاهی از این بیقانونی، یه سری بیقانونی هست یارو نمیدونه بیقانونی چیه، ولی الان مثلا تراکتور خوب میدونه. چرا؟ چون توی بیقانونی سه نفر آورده جز اون داورایی بودن که از این بیقانونی خوب اطلاع دارن، هر سه تاشون خوب مطلعن، خیلی تیم‌ها میتونن استفاده کنن. ولی این بیقانونی چیه؟ این قانون چیه؟ قانون کی میذاره؟ رو چه استانداردی میذاره؟ رو چه استدلالی میذاره؟ رو چه زمینه‌ای میذاره؟ رو چه ساختاری داری میذاره؟ همینو میگم. اگه جواب برنامه فوتبال برتر دعوا بود، این میگه من زودتر دارم، تو باید کارت بازی منو میدی، میگه پنجرهت بسته است. این بی سوادی فوتبال ایرانه. منت میذاره سر آقای تاج، میگه آقای دکتر تاج خیلی هوای ما رو داره. اشتباه خودشون داشتن گردن هم دیگه، بعد نوشابه هم واسه هم دیگه باز میکردن. شما دعوا دارین، شما کارت بازی صادر نشده، نوشابه واسه چی داری باز میکنی؟ ظاهر رو حفظ کنن آخه. بعد دیگه اینو بهش میگن یه واژه‌ای داره که من نمیتونم زیاد دارم. بله بله. من میخوام برنامه‌تون همچنان پایدار بمونه عزیزی. ولی صحبت کردن ما حالا آی ساکت و این اتفاقای دیگه اصلا مهم نیست. ما ساختارمون ایراد داره. من وعید طالبی دیشب داشت میگفتش که ما فقط اسممون حرفه‌ای شده. واقعیت از حرفه‌ای بودن ما چیمونو بلدیم؟ اون سال یادم امیر قلی میگفت فقط شمارامون انگلیسی شده، تابلو تبلیغاتمون 10 دقیقه طول می‌کشه لب خط بازیکن تابلو تعویضمون عوض بشه. با دست ببر بیار تا به بالا. ما رئیس هیئت فوتبال و هیئت فوتبال داشتیم، خودش خاندانش تو فوتبال بوده، خودش ناظر بود، پسرش ناظر بود، دومادش ناظر بود، شوهر خواهرش ناظر بود، بعد خانومش ناظر بود. مثال میزنم حالا با تمام زحماتی که با فوتبال می‌کشید، من منکر زحماتش نیستم، ولی این ساختار ما این بوده. 10 سال مدیر بودن، شاید هم بیشتر. از این به بعد هم همینن. کی میخواد درست بشه؟ کی میخواد این گند از فوتبال ایران، این فاضلاب از فوتبال ایران کنده بشه؟ کیان فاضلاب؟ کسایی که سواد ندارن فقط رانت دارن، با آقازاده وصلن. کسایی که بدون اسم و رسم وارد فوتبال میشن، فقط روی صحبت کردن های مثلا نمونه شم تو اسلام ما دعواش زیاد کردم، این فلانی توصیهش میکنه، فلانی توصیهش میکنه، برنامه‌اش رو داشتن درمش میش جواد نکونام به یکیشون اشاره کرد محمود بابایی. اینا چجوری وارد فوتبال میشن؟ این کانالا رو کی ایجاد میکنه؟ اینا رو کی ایجاد میکنه؟ تو مدیریت کل کشورم هم همینه. این سوراخ ها این باگا بسته بشه، فوتبالیا سراغ فوتبال میان، فوتبالیا سراغ سیاسی سراغ سیاست میرن، هر کی سر جا خودش، دین سراغ دین میره، اقتصاد سراغ اقتصاد میره، هیئتی تو هیئت میره، بیرون همه بیرونن، جمعه جمعه است، پنجشنبه هم پنجشنبه است، هیچ کس هیچ کس قاطی نمیکنه. میشه زندگی روتین، میشه زندگی ایرانی، میشه سفره خوب، میشه اجتماعی سالم، میشه جوون سالم. که الان بابت اقتصاد هیچ کس تنها فکر کنم اونایی هم که خیلی سرمایه هم دارن دوچار یه ذره اختلالات هستن، از بابت بالا پایین شدن دلار تا به بقیه مردم. میگه که الان ببین یه چیز بهتون بگم، اقتصاد ما یه جوری شده، من خودم مستاجرم. خب شما پولی که از 2 سال پیش داشتی، من ملکا 1 سال 2 سال دیگه تمدید نمیکنن. چرا؟ مثال دارم بهتون میزنم. تو الان مخاطب مثلا برنامه ما میگه که امیرحسین صادقی 20 سال تو فوتبال بوده، ملی پوش استقلال، الان میگه مستاجرم. توضیح بهتون میدم، باورش میشه؟ آره توضیح بهتون میدم. اون وقت بعد یه چیزی درباره باشگاه استقلال بگم دوباره. سوختی که دادم، مالیاتی که دادم و نشستم و 1 میلیارد پولم بخشیدم و از اون آقای فتح‌الله زاده اومد گفته چکشو 2 بار گرفته، چیزی که من 700 تومن بیشترشو بخشیدم. مثال میزنم واسه تون، من توضیح میدم بهت. من نوعی رو گفتم، مستاجر نوعی رو گفتم که الان میخواد تو این وضعیت اقتصاد تو این 2 سال گذشته فکر کنم قیمت ملک حداقل 5 برابر شده، حداقل بیشترم نکنه.
خب بنده خدا پولش چند برابر شده؟ کارمنده چند برابر حقوق میگیره؟ 1.2 برابر. چقدر به خدا 1.2 بشه که من میندازیم بالا کلامونو. چرا این حرفا میزنن؟ نونم پیروز دوباره گرون شد. شد لواش شد 900 تومان فکر میکنم. خیلیه. ما اینقدر راحت داریم زندگی رو میگیریم، اصلا نگاه به خط فقر مملکتمون نمیکنیم، نگاه به مردممون نمیکنیم، نگاه به هیچیمون نمیکنیم. بابا ما مسلمون، اگه ادعای مسلمونی داریم، حضرت علی میگه 5 تا خونه اینور 5 تا خونه اینور، من بعد بفهمم کی داره چیکار میکنه. یارو خودش هم نمیتونه جمع کنه. این چه مملکتیه؟ نه الان که میگید که فوتبال اینه، خورده برده. خب این خوردنا باعث میشه اون مردم کیان؟ طرفدار باشگاه استرافسپریس، تراکتور سپاهان، صداشون در میاد. بده باشگاه استقلال 10 روز 20 روز 15 روز هوادار پشت در باشگاه استقلال نشستن تا آخر شب که چی بشه؟ این هوادار مگه چی داره؟ یه دلخوشی داره این فوتباله. اون وقت این سازکار، این اقتصاد، این وضعیت اقتصادی، این وضعیت بحرانی، هر چی که شما فکرشو میکنی که آقایون میگن این وضعیت که 206 با لنکروز یکیه از هر لحاظ، نه جدی باید بخندیم واقعا، گریه داره اینا. هوادار استرا این وسط داره صدمه میبینه. امیرخان یه حرف خیلی خوبی میزد، میگفت میگن چرا انقدر به این فوتبالیستا پول میدین؟ امیرخان قلعه‌نویی میگفت چرا انقدر به این فوتبالیستا پول میدین؟ چرا انقدر فلان؟ هی فوتبالیست اولنجیش میشه تو جامعه، فوتبالیست میذارن وسط، حالا بازیگر میذارن وسط. میگفت همین فوتبالیست هفته یه بار مسابقه شونه، طول هفته که کلی مثلا پیگیری میکنه کار نداریم. میگفت 2 ساعت میاد تا استادیوم، 2 ساعت هم تو استادیوم میشینه، 2 ساعت هم استادیوم میره. چه آدمی؟ آدمی که شما بخشیده، نه معتاد، نه افسرده است، نه چیزی. یه آدم به قول خود اون های، یه آدمی که پر از انرژیه، میاد تو استادیوم شروع میکنه به شعار دادن، شروع میکنه مثلا با گل تیمش مثلا خوشحالی میکنه، با گل خوردن تیمش ناراحت میشه. این 6 ساعت این آدم های واقعا میتونه اگه تو جامعه باشه خیلی هنجارا به وجود بیاره، خیلی میتونه کار کنه، بیراه میتونه بره، میتونه هر کاری میتونه بکنه. ولی 6 ساعت میاد اونجا، همین چیزی که شما میگین فوتبالیست ها مفتی بودن، همین فوتبالیستا اون آدم میارن داخل استادیوم، تمام انرژیش خالی میکنه. ما همیشه به اون میگفتم و ربیم گفتم ببین شما ببرید، طرف میره تو خونش با بچهش میگه میخنده، با زن بچهش میگه میخنده خوشحال، به بازی میره خونه دعوا میکنه. ولی خیلی از این اساتید میان میگن که آقا این فوتبال، آقا واسه چی انقدر پول به این میدین، واسه چی انقدر به اون پول میدین، آقا این فوتبالیست فلان استوریو گذاشته بیارینش ببرینش فلان. میسه بابا ما از جنس مردمیم. من حرف فرزاد کامل کنم جا بیفته، خندوانه هم بودی درسته؟ بله. چقدر چند هزار میلیارد تومان هزینه میکنن تو خندوانه؟ کلا بابت خندوندن مردم چقدر؟ خیلی هزینه میکنه. چند نفر میخندن تو این مملکت؟ آمار داری؟ نه ولی کم شده. خیلی سوال جدی دارم. نمیدونم. خیلی اماز علی میگفت دیگه، میگو علکی میگو با خوبین میخندیدن. من دیشب صحنه گلی که برنامه داشتم نگاه میکردم، برنامه فوتبال برتر رو، صحنه گلی که آرمان رمضانی بازی با گلگوهر بود زد، آره دقیقه آخر بود، دقیقه آخر زد، اون خوشحالی، اون خنده، اون شور و شب چند هزار میلیارد میارزه؟ چقدر میارزه؟ بعد از اونش چقدر میارزه؟ مردمی که طرفداران تا چند وقت خوشحالن؟ آره فوتبال که همه جای دنیا خیلی تاثیر گذاره، خوشحالی به مردم خب این... ما نمیبینن. دقیقا. چیزی که مجانی داره به دست مردم میرسه، فوتبالیستی که داره زحمت میکشه با جون و دلش، خیلی هاشون تک و تکتشون هم میتونیم باشه که مثلا بگیم نه بالا قاچاقی به قول خودمون دارن بازیم، ولی خیلی ها دارن زحمت میکشن. یعنی همتی هم پشت مدیریت نیست که این بیشتر بشه. قشنگی های فوتبال فقط داره فعلا شکل کار و شاکله یه فوتبال نیگر میداره. یه زمان ما سپاهان بودیم، آقای قلنا به مهدی رحمتی گفت، دیالوگش اصلا یادم میاد، امیر حسین گفت مهدی نمیدونم یه خود حال ندار بود، شل تمرین کرد سپان سال 87 اینا بود، بده گفت آقای رحمتی، گفت چیه؟ گفت روزی 2 میلیون حقوقتا درست تمرین کن. مهدی 700 خورده بسته بود سپاهان، گفت درست تمرین کن روزی 2 میلیون حقوقته. اون موقع واقعا الان پولی که بالا فوتبال اسلامی نسبت به کشور همسایه، به شاهین خیری اومد گفتش که این کاماچو رو بگی، و الهلال بازی داشتیم، گفت این کاماچو رو بگیر. یه دفعه شاهین منومن که گفت شاهین چیه کاماچو رو بگیری؟ شاهین خیلی آفک دفاعیمون بود، ده گفت امیر خان 300 میلیون پول دادی، طرف قراردادش 5 میلیون دلار، آخه چیکار چجوری باید من بگیرم؟ والله کشور همسایه نگاه کنید، واقعا ببین چقدر پول میگیرن. بعد بازدهیشون رو ببینید،
بعد اون آدمایی که میرن استادیوم رو ببینید بابا نگاه کن این نگی این فوتبالیست زیاد میگیره، حالا ما کم گرفتیم تو زمان خودمون، ولی واقعا نیان هر چیزی میشه فوتبالیست بنازن وسط، نه هر کاری میشه فوتبالیست، تک تک اسطورام قابل احترامن، علی کریمی، علی دایی، آقای مهتوی، کریم باقری، فراد مجیدی، همشون جواد نکنم اینا قابل احترامن، خیلی راحت یک نفر میاد با یه امضا اومده یه پست گرفته با یه امضا، قبلش کجا بوده خدا میدونه، با یه پست یه امضا اومده یه پست گرفته، بعد در مورد اسطوره مثل علی دایی میاد نظر میده، بابا تو کجایی، تو اصلا چی هستی، به قول یکی بچه کدوم برگ درختی که افتادی، میاد پشت سر علی دایی اسطوره من فرزادتمی امیرحسین بقیه می صحبت، مثلا در حدی نیستی که حرف بزنی. نه ببینید این بی سوادیه، اصلا مشکل از اینا نیست، به خدا بی سوادیه، ما خیلی بی سوادیم، خودمو میگم واقعا ما خیلی بی سوادیم، اگه بی سواد نبودیم این وضعمون نبود ده. که مثال اسطوره که شما از پاتون از کشور ما، من یادمه این موضوع مونه 15 سال پیش شما از ایران میرفتید بیرون میخواستی بگی من ایرانی هم، میگفتی علی دایی، بله آقا، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشت، میگفتی علی دایی میگه ایرانی، هیچ چیز دیگه وجود نداره. امثال علی آقای دایی، علی آقای کریم، آقا مهدی مدبیشا و به بالا. ما خیلی داریم. ما میگم ما مدیریت بی سواده. سواد خوندن نوشتن جزءشه. و بالاخر که ریاضی میره تو فیزیک، فیزیک میره تو شیمی، شیمی میره تو اقتصاد، اقتصاد میره تو ورزش، ورزش میره توی میچرخه. همون که میگی سر جاش نیست دیگه، اصلا اسطوره‌ای که میگی وزیرای اصلا نظر سیاسیش هم حرف بزنم، سیاسی که نه نوندنتون لایو، آقا وزیرامون ببین کدومشون سر جاشونن، کدومشون اون مطلب رو خوندن، پس دانشگاه ما واسه چیه این همه رشته‌های اقتصادی اومده، مدیریت اومده، اینا با کجا هن؟ امیر حسین اینا قصه بزن، من یه بار داشتم با این رفع بحث میکردم، از خودمون بالاخره میدونیم، گفتم که آقا این آقایی که فلانجا گذاشتنش، این خب فقه خونده، خب گفت هر چی که بگی اقتصاد، ورزش، شهرسازی، علوم سیاسی، همش تو فقه درس داده میشه. بعد من خیلی روک بهش گفتم، گفتم حرف تو قبول دارم، گفت این جواب خیلی آنستی بود که من به تو دادم، گفتم بس ما چرا میریم شهرسازی میخونیم، ما چرا میریم میکانیک میخونیم، ما چرا میریم روانشناسی میخونیم، ما چرا میریم سیاسی، همه بریم فقه بخونیم، اگه همش تو فقه، بابا هر چی که باید سر جای خودش باشه، تو نمیتونی، تمام احترام به علم فقه، آره بابا چیز کامله، ولی نمیاد شهرسازی توضیح بده، نمیاد علوم سیاسی درس بده، نمیاد چی بدن فیزیک توش باشه، نمیاد هزار تا چیز دیگه، هر چی با سر جای خودش باشه، ولی متاسفانه هیچ چی سر جای خودش نیست. ما بریم یه بخشی ببینیم برمیگردیم، یه نفسی تا بگیرید، یه آورم بیارم گرم ندید، فقط نپتون سادری چش، بریم یه بخشی ببینیم برمیگردیم. تو این فاصله ای که رفتی و برگشتی مرغ شد کیلویی 90 تومان، با احترام به مسئولین مرغ اصلا آره. شاید این تریبون یه تریبونی باشه که واقعا شرمنده باشه، مرغ کیلو 100,000 تومان، 90,000 تومان، 80,000 تومان، خدا خیرت بده، گوش کیلو 500,000 تومان، گوسالاش گرونتر از گوسفندشه فکر میکنم، تازه گیر بیاد نیست، میوه خدا تومن. خب ما ایرانی، اصلا من فوتبالیست قدیم رو بذاری که من یه آدم معمولی اینجا نشستم میگم الان هزینه، من فکر میکنم کم بخورم، گرد بخوابم، پام اندازه گیلیم هم دراز کنم، 30-40 میلیون باید هزینه کنم، باید هزینه کنم، دوتا بچه هم دارم مدرسه میرن، هزینه هاشون هست، خانواده ایرانی چیکار میکنن؟ این اقتصاد، اقتصاد نیست، این بار رو دوش مردم ایران، همه هم باید مردم ایران تحمل کنن، مردم ایران صبور باشن، مردم ایران نخونن، کم بپوشن، کم بخورن، اون بنده خدا میگفت تو تلویزیون اینو نخورین چی میشه، گوشت نخورین، مرغ نخورین، خودشون ماشاءالله فربه تر از همن، ماشاءالله گردن کرا ساتور نمیشنشون، ماشاءالله فربه تر از همن، خب مردم بدبخت ما بری تو خیابون به فاجعه است، والله فاجعه است، آدم این موقعی حرفایی میزنه تن و بدنش میلرزه، من که حالا ما هم جز مردمی، چرا دروغ بگیم، ما هم جز مردمی، چون من نوعی شاید یه شخصیت حقوقی تو اجتماع من میشناسن، حقیقیم نه حقوقیم میشناسن، شاید خیلی طبقه خیلی کارا از آدم هم دارن، ما در حد توانیم بتونیم انجام بدیم، ولی تا کی؟ بابا یه نمونه شو بهتون بگم، همین برنامه دیشب پسره مرد، باشگاه خودش هیچ کاری انجام نداد، ولی
مشتی های فوتبال ایران که اسمش هم زیاد اومدن خیلی ها. نه نفت آبادان، نفت آبادان گفتن که حقوقشو به خانوادهش حقوقی فستشو شما بگو چشم شما برنامه رو نشونم به خانوادهش بپرسیم. ببینید تو این وضعیت اقتصادی که مردم ایران تو فشاره و عشق و علاقه شون فکر میبونید چیه؟ یه فوتبال. فوتبال چیه؟ استقلاله، پرسپولیسه، تراکتوره، همشون همین سپاهانه، همشون نمیدونم فولاده، نفت آبادان، ملوانه. خب الان شما این وضعیت مردم رو میخواین چیکار کنین با این مدیریت و قوانینی که دارین؟ این قوانین بلندترتون که اقتصاد مملکت اینجوری کرد. تو فوتبال هم همینه، میگم فوتبالمون مریضه، پای اساسش ایراد داره. شما میایی با یه مربی میبندی، بعد خدات میلیارد تومن باید چیز بدی، بله، زیان بدی، بعد دوباره مدیر برمیگرده. فوتبال همینه، برمیگرده انگار که هیچ نه. حالا شاید بتونن درست کنن و اقتصادو برگردونن. بعد یکی هم میارن با یه قرارداد خیلی ملو تیمو از اون شرایط، اون همه باخت و فلان، آقای اسکوچیچ میبره جام جهانی. حالا خود اسکوچیچ نذاشت، من یه جا هم گله کردم این موضوع، خود اسکوچیچ هم نذاشتن همین روسن. خب از ما بهترون بعد بودن. کیروش هم مربی من بوده، هم مربی امروسن، خیلی مربی باهوش، خیلی کار درست، خیلی عالی از هر نظر. ولی اومدیم یه رکورد بدیم به کیروش که مثلا چهارمین بار پیاپی رو نیمکت یه تیم تو جام جهانی نشسته، نکردیم. همون تیمو حاضر آماده بدی به یحیی گل محمدی، بدی به فرهاد مجیدی، بدی به یکی امیر قلنایی، خب میدی به اینا، آقا میره سه تا باختم میاره. خب ولی چهار سال دیگه تو یه مربی ایرانی میخوای بذاری بالا سر تیم، یکی هست که اون به قول خودمون جام جهانی چشیده طعمشو رو نیمکت نشسته، حالا اون طرف حالا هر کی که بوده. خب الان خب طعمش چشیده نتونه جایی باشه که کسی بعد آقای طالبی، آقای طالبی بود دیگه نشسته نیمکت تیم ملی تو جام جهانی. بعد اون کی نشسته رو نیمکت ایران تو جام جهانی؟ کیروش. وطنی کسی نبوده دیگه، کسی نبوده. من میگم آقا این حاضر آماده رو حفظ احترام آقای کیروش، زحمت ما زیاد کشیده، چرا دادیم به آقای کیروش؟ با یه قرارداد مفت دادیم به آقای کیروش، چرا ندادی به یکی از این وطنی ها؟ چرا ندادی؟ حالا اصلا میخواست به ستا به بازه بیاد دیگه. ماکسیموم حالا مثل کی مثلا؟ مثل یحیی گل محمدی، مثل امیر قلعه، مثل جواد نکونام، مثل فرهاد مجیدی، همینجوری اسم ببریم هر کدوم که میگیم. حالا با این الان آقای قلعه‌نویی سرمربی، بله، وطنی هم هستن و چجوری پیش بینی می‌کنید وضعیت تیم ملی رو؟ همیشه خوب باید پیش بینی کنیم، حتی اگه ته ته دلت هم یه نظر بد داری نباید اون رو بیان کنیم به نظر من، چون همین انرژی منفی میشه برای تیم ملی. یعنی باید اعتماد کنیم تا فرزن جام جهانی ببینیم چه مطلبی پیش اعتماد میان. باید کنیم. ببین یه وقتی که مثلا دوست آقای امیرحسین صادقی، مثال بگم امیرحسین مربی تیم ملی من دوستشم، خب یه وقت زنگ میزنم میگم امیرحسین فلانی و فلانجا نباید بذاری یا فلانی و فلان کارو نباید کنی، یا دارم بهش دوستانه میگم. یه وقتش میام تو جرایید میگم این آقای صادقی فلان بازیکنو گشته تو فلان پست که اصلا پستش نیست، همون بازیکنو به هم میریزم، همون سرمربی رو به هم میریزم، هم بازیکنهای دیگر، هم یکی مسابقه امیرستانو میخونه چهار نفرم پشتش مسابقه میکنه، همین میشه حاشیه واسه تیم ملی دیگه، همین خیلی راحت. ای حالا من با این نظرتون یه مقدار مخالفم که میگین مال مربی وطنی هم باشه این چه نتیجه میگیره. مثلا خدای قرنوی خب آسیا بود دیگه، نتیجه نگرفت، عوض شد. عوض شد. و اینکه تیم ملی جای باشه که مربی داخلیمون رو چک کنی 20 سال شد. 20 سال پیش عوض شد. 20 سال گذشت. حالا طرفدار قرنوی نمیکنم، اما من آدمی ام که بیشترین دعوا رو با امیرخان کردم، بیشترین آشتی با امیرخان من دارم. نه هی گل بخر به برای آشتی کنی، آشتی کنی رکورد آشتی رو بزنی دعوا میکنی. نه تو الان آشتی آشتیم، الان آشتی مثلا دعوا نه، ولی کلی گفتیم این داستانو. یه چی من بهتون بگم، از جام جهانی قبلی نسل ما سوخت، نسل فوتبالی ما تو بهترین شرایط فوتبالی ما به خاطر التهاب اتفاقات اجتماعی ما تو جام جهانی اون سوخت. شاید الان باورتون نشه، ولی شاید 10 سال دیگه بگن چه نسلی از فوتبال ما رفت جام جهانی و سه تا بازی کرد و پر از التهاب، پر از تنش. واقعا فوتبال ایران نه الان نه 100 سال دیگه نخواهد اومد که از لیست 23 نفرش 19 تاش لژیونر باشه. بله قوی بود تیمه، نخواهد اومد. و با اون ساختار مدیریت و با اون واقعا بی تدبیری که تو فدراسیون فوتبال بود، تو وزارت ورزش بود، نتونستن تدبیر درست و یه ساختار درست و یه عمل کرد و یه برنامه‌ریزی برای این تیم ملی داشته باشن.
تو اون وضعیت ملتهب اجتماعیمون توی هممون میدونیم التهاب داشت اجتماعمون، فوتبالیستامون هم خب جزء مردم هم. بله. خیلی همون جزء مردم، ما هم جزء ملتیم، ما هم پرچم داریم، ما هم فارسی صحبت میکنیم، ما هم خیلی جاها زیر پرچم وایستادیم، سرود ملی خوندیم، من خودم سی چرت رو داشتم، زیر پرچم بودیم و همه جزء این مملکتیم، جزء آب و خاک. ولی همدل نبود دیگه تایم جام جهانی. تو این التهاب خیلی ها میتونستن کمک بکنن که قبل جام جهانی دیداری انجام نشه، دیداری انجام نشه. ما بعد از اینکه آفرزاده داشت از بازی کره رو بردیم رفتیم جام جهانی، ما رو بردن خیلی ها جواب و چرخوندنمون. آره. نماینده ببر، وزیر ببر، وکیل ببر، رئیس جمهور ببر، برجوار بی بودن. شاید اون مدیری که توی فوتبال ایران بود با مدیریتش نمی سوزند. الان نباید مهدی طارمی خالی تو فوتبال اروپا بدرخشه به نظر شخصی من. لژیونران برگشتن دیگه تو این یکی. چرا این اتفاق تو اتوبوس گفتن بریم نم کدوم گفتن کجا رفتیم میشه روحانی وای روحانی تو کجا ما نشون رفتیم آقا میشه روحانی رئیس جمهور نشده بود هستن اون موقع. اصلا بحث این نیست، بحث مدیریت من دارم با شما صحبت میکنم، بحث هوش مدیریت. الان هوش مصنوعی اومده دیدین جلو جلو داره انجام، مدیریت هم یعنی همین مدیریت. الان ما نداریم، الان که الانه اقتصاد الان ما، مدیریت آیندهمون بسیار فاجعه است. مدیریت ورزشی آیندهمون هم فاجعه تر از اقتصادمونه. من میگم با مدیریت درست نسل سوخته فوتبال ایران زنده میشد واقعا. من دوره آفرزاد، دوره‌ای که 2014 6 که بودم، هیچی 2014 هم بازی کردم، نسل طلایی نبودیم. دقیقاً ما سه تا بازی آخر اون رو بعد 9 امتیاز می‌گرفتیم بدون گل خورده گرفتیم. ببین نسل ما جنگیدیم با سه جام جهانی، این تیم احتیاج به جنگیدن نداشت که یه مربی که اومده 2-3 سال تو فوتبال ایران از ملوان خونه به خونه و اینا اومده رسیده به ملی، چجوری رسیده و این وسط چه اتفاقی افتاده که به همین راحتی این ستاره‌های فوتبال ایران که من میگم ساخته ای کیروشه. دقیقاً ساخته. برای همین نسل طلایی هم با ضرب و زور رفت جام جهانی، یعنی اواخرش یه کارش گرفت. نه آفرین، اتفاقی که شما دارید میذارید، شما یه حرف قبلی منو گوش کنید، من میگم یه مربی وارد فوتبال ایران شد با میلیاردها تومان که اصلا ببین من میام یه کوچه‌وار میرم یه شرکت خوب مثلا اروپایی، یه برند خوب که حالا اسمشو نمیخوام بیارم. آره. بهترین کوچه‌وار جنسش مثلا ایتالیاییه، مدلش اسپانیاییه، نمیدونم چیزش انگلیسیه، بهترین کوچه‌وار برای من میخری، ولی من نگاه میکنم این سایزش 10 ساز به من کوچیکه، اصلا تن من نمیشه. فوتبال ایران هم همین بود، اصلا این آقا اومده بود به سایز فوتبال ایران نمیخورد، چون اصلا نمیدونست فوتبال ایران فضای احساسی یعنی چی، فضای مدیریتی فوتبال ایران چی. اینا با ساختار میان تو فوتبال ایران که میگن من الان میرم اونجا، مثال میزنم، الان 10 تا زمین تمرین دارم، 2 تا استادیوم دارم، اصلا نمیدونه حراست چیه، اصلا نمیدونه یقه بسته چیه، ریش چیه، اصلا اینا رو نمیدونن چیه. اصلا اینی که باید اینو چشم بپوشونه نمیدونن چیه. خب وقتی نمیدونن چه میشه این فاجعه اقتصادی. بعد با چه رزومه اونقدر قرار داده شد؟ اصلا کاری ندارم، چون چهارتای جام جهانی بوده با بلژیک، اصلا کاری ندارم، رزومه قوی، مربی قویه. اشتباه نکنید من الان مثلا تو مدیریت و مربیگری وارد شدم، اندازه خودم سرمربی موفقی میتونم باشم ایم. اندازه خودم انشالله. ولی بخوام برم مثال بگم حالا به قول بچه رزنتی بابا مربی بارسلونا بوده مثال بگم، بخوام برم یه تیم اروپایی، من نه دانش اروپایی دارم، نه زبانشو دارم، نه ساختارشو بلدم. وقتی بلد نیستم میام کنار میشینم، نه لابی میکنم، نه با آقازاده صحبت میکنم، نه کاری انجام میدم. آقا جایگاه من واقعا اینه. ویلموتس هم همین جوری بود، وقتی که این وسط تو چرخه این پول به این درشتی از مدیر برنامه، از مشاور، از دفتردار، از هر کسی بخوای بگیرید که همه یه کنده ای از این پول داشته باشن و بکنن بخورن، تموم شد رفت، میشه فاجعه ویلموتس. بعد آقا فاجعه همینه، نه تو این، شما تو همه جا من مثال بزنم شما تا تهش میریم میگه آقا این اقتصاد بوده توی اینجا بوده. نگاه میکنم مثال بزنم، برنامه‌تون بسته نمیخوام بشه،
اینجا بوده این اتفاق افتاده، اینجا هم بوده اتفاق. کلید بهتون کلید واژه بدم تو تاش میفهمی کجا بوده. طبیعته اجتماع ما خانه از پایبس ویران است. این تمام اثر میتونه هست ختم برنامه آخر ما باشه. خیلی ممنونیم ازتون تشریف آوردین. من اگر برنامه ما اگر که جا داره من یه دو سه درباره باشگاه خودم صحبت کنم، چون درباره استقلال من اصلا کلا صحبتمون درباره باشگاه بود. من بله امیدوارم، نمیخوام زیاد جمعش کنم، امیدوارم با این وضعیتی که تو باشگاه استقلال به وجود اومده و کاری که باید انجام میشد متاسفانه نشد، حالا به دلیل کمکاری، نبود وقت توی نقل و انتقالات، ما دنبال مربی بودیم و مدیر عامل، به جای که دنبال بازیکن باشیم دنبال مدیر عامل بودیم و مربی، ولی تو مربی موفق بودیم. اینو یادمون نره. به هواداره قول میدم که جواد نکنم، فاکتور بسیار زیادی داره. بازیکنامون هم خوبن الحمدلله رب العالمین. حالا به غیر از اون سه چهار تایی که جدا شدن، اینایی که حسن میتونن جایگزینشن. اینجا استقلال دوستان، اون بازیکنای استقلال، خطابم به شما از تمام مسئولایی که تو استقلال دارین کار میکنه، از سرمربی محترم، مربی محترم، بازیکنای محترم، همه تون توانایی دارید که حتی با این امکاناتی که ما داریم تو زمین کمپ اجازه من دیدم تمرین میکنیم، میتونیم قهرمان شیم. شما مردم ایرانی دارید، تماشاگر 34 میلیون دارید و یه کانونی داریم به نام کانون استقلال. این کانون از مدیریت، مربی، سرپرست و تماشاگرها و کسایی که دوستداران واقعا باشگاه استقلال هست، ما میتونیم این کار انجام بدیم. با اتحاد همدلیمون حتما میشه اتفاق افتاد. اینی بخوایم بگیم که آقا اسپانسر همین الان هنوز انتخاب نشده، نمیدونم چون حالا شاید دنبال چیز بهتری هم. حواشی رو بذاریم کنار، استقلال استقلاله، پرسپولیس هم پرسپولیس. ما بخوایم، ما ایرانی هستیم، نژاد ما نژاد ایرانیان خواستن توی خونشه، تو همه مراحل زندگیشون هست، هر لحاظی که بگی. وقتی با این وضعیت اقتصادی هنوز زنده ایم، واسطیم هیچ چیز صدا جمعنم چیز نمی کنیم، یعنی واقعا پایداریم. ما اقتصاد مقاومتی رو گذروندیم، اقتصاد همه چیز رو گذروندیم، تولید ملی رو گذروندیم، قاتل ملی رو گذروندیم، کشتار ملی رو گذروندیم، ماشیناشون رو میگم. استقلال میتونه تمام حواشی رو بذاریم کنار، تمام اتفاقاتی تو الان رقم خورده بذاریم کنار، با جواد نکونام همدل شن، اتفاق خوب خواهد افتاد ان شاءالله به امید خدا، شاید خبرای خوبم بیاد. و خبر آخری، حرف آخری که میتونم بزنم دوباره استقلال، قبلش من یه سوالم بپرسم. امیدوارم آقای خطیر عزیز و جواد نکونام عزیز زودتر مهدی هاشمی نسب رو بیارن تو هر شرایطی شده، چون میتونه خیلی کمک کنه رو اون نیمکت. شما الان حالا برخلاف صحبت خیلی هواداره که میگه ما بدترین تیم بودیم توی نقل و انتقالات، شما میگید که پس شدنیه، ولی از وسط های فصل هم شروع میشه که آقا نخواستن که ما قهرمان شیم و حالا نه فقط استقلال، پرسپولیس، هر کی نتیجه نمیگیره این صحبت رو میکنه. باشگاه من نگفت. چی؟ باشگاه من نگفت. نه همه باشگاه میگه. نه باشگاه من نگفت. باشگاه من نگفته. توی اساسنامه باید بگی اگه به بازی رو ببینی کسی نخواست. خب واسه همین میگم جواد نکونام کاپیتان تیم ملی من بوده، فوتبالیه، واسه همین میگم بازیکنش خیلی خوب میتونه صحبت کنه. بهونه بلد نیستیم. خودش هم گفت من وایسادم پاکار و عشق هوادارم که این کار رو انجام میدم، نه امسال، سالهای آینده. من نوعی، من امیرحسین به عنوان پیشکسوت استقلال، ببخشید بازیکن اسبق استقلال چون یه مقدار اسمو عوض شده، بعد کمک کنم، هوادار استقلال کمک کنم تو این وضعیت ملتهب فوتبال استقلال، با کمک کردن به جواد نکنم و تیم میتونم خیلی اتفاق خیلی خوشی هوادار باشیش. دست شما درد نکنه، من اجازه بدین. سکه هاست؟ سکه نیست، ساعته، ولی خب تو هفتین استفاده میشه جفتش. ترک های عبارت دارن آذربایجانی، من اما ترک تو کم صحبت کردم، میگن حاشیه یارات ما، یعنی اینکه زیاد حاشیه واسه تیم درست نکن. آقا شما برای او دو دقیقه اومدی خودتون رو ببینید. آره اصلا برای کسی حاشیه درست نمیشه با این برنامه. خیلی ممنون که تشریف آوردین، وقت گذاشتین، دم شما گرم. و دیگه ما خیال راحت بشید که آشتی بعد سوپ اینا حل شده همه چی دیگه. نه اصلا این بحثا نیست به خدا، ما انسانیم، انسانم از نسیم میاد، از فراموشی میاد. بله خیلی سا فراموش میشه کرد، به غیر از زخمایی که به مردم زده میشه خیلی سا فراموش میشه کرد. رفاقت ها هست سر جاشه، چون سر پول و نون نبوده رفاقت ها، چون رفاقایی که سر پول و نون باشه خیلی زود به فنا میرن، ولی رفاقت دلی، هم سفره بودن، کنار هم بودن، خندیدن، گریدن و خیلی اتفاق خوب، ما کنار هم بودیم، اتفاق خیلی که امیرحسین جزو شادم از این بیرون رفتیم با هم دعوا کردیم، ولی امیرحسین جزو بازیکنای متأسف واقعا لیگه. حالا من
17 تا تیم بودن، ولی یه هوادار بیاد بگی یه وقت واسه یه تیم با ممغازی یکی تو بیشتر از ممغازی من بیشترم. نه یه هوادار اینم شهرستان بازی کنیم، یکی بیاد بگی فرزاد تامی 1% تو یه جا کم گذاشت، هیچ وقت کم نذاشتم، بالاخره دو وسط بوده، منم فوروارد بودم، زد و خورده همه بوده، ولی خب رفیق ما هم دیگه. مرسی، ممنون ازتون، اتفاق خوب واسه برنامه‌تون بیفته ان شاء الله. بچا بیاد ببینیم یه جا کار گیر بیاریم ما هم دیگه، من فردا هم بیکاری. آره چه 34 نفری که 34 نفر درس شما درس نکنه بچهای بالا. خیلی لطف کردید، ممنون ازتون، زنده باشی، خدا شما خدا خوش. یه بخشی رو می‌بینید احتمالاً برگردید.